علی علیزاده هستم. امروز صبح ایمیل دریافت کردم از طرف شرکت حقوقی TLT، وکیل ایران اینترنشنال. تهدید شدم که تا 10 صبح فردا تمام آنچه در نقد تلویزیون ایران اینترنشنال و رئیس و کارمندش نوشتم رو باید از شبکه‌های اجتماعی حذف و پاک کنم و خودم رو سانسور کنم و از این افراد هم به صورت رسمی معذرت خواهی کنم، وگرنه پلیس دستگیری، محاکمه، دادگاه و مجازات سنگینی در انتظارم خواهد بود. اما چه کسی باید عذرخواهی کنه؟ آیا من باید عذرخواهی کنم یا آقای پناه فراد بهمن که از 17 سپتامبر در استخدام تلویزیون ایران اینترنشنال بوده و سالی 92 هزار پوند از این تلویزیون یا عملاً از محمد بن سلمان دریافت میکرده بدون اینکه به مردم راستش رو بگه و دروغ گفته در این مورد؟ آیا من باید معذرت خواهی کنم یا تلویزیون ایران اینترنشنال که بنا به گفته گاردین سالانه 250 میلیون دلار از بودجه شخصی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دریافت می‌کرده و هرگز هم به مخاطبان فارسیش راستش رو نگفته و اسم ایران رو هم در برند و نام و لوگوی خودش دزدیده و بعد اسم خودش رو به سعودی اینترنشنال تغییر بده؟ من معتقدم که این پیام مستقیم سعودی به هر کسی است که دربارش پرسشگری و نقد کنه. اونها اول سعی میکنن شما رو بخرن، تطمیعتون میکنن، حقوقهای دو یا سه برابر جاهای دیگه به شما پیشنهاد میکنن و اگر نپذیرفتید مثل همین کیس شما رو با پلیس و دادگاه و وکلای خیلی گران قیمتی که دارن تهدید و بعد هم سعی میکنن خفتون کنن صداتون رو و در نهایت هم مثل داستان جمال خاشقچی سعی میکنن تک تکتون کنن تا اینکه پرسشگریتون رو از بین ببرن. مردم عزیز ایران، من اهل قهرمان بازی نیستم و به عنوان کسی که 18 سال در انگلستان زندگی کردم میدونم که مجازات افترا و تهمت هم بسیار سنگینه و از شما پوشیده نیست که خودم هم کمی ترسیدم، اما معتقدم که باید مقابل نابودی فضای ذهنی و رسانه ایران توسط پول عظیم محمد بن سلمان ایستاد و در این مورد اگر لازم باشه حتی هزینه هم داد. من معتقدم که از پول سعودی جز نابودی کشورهای مثل یمن و سوریه چیزی در نمیاد. سعودی نسبتی با آزادی بیان و نسبتی با رسانه نداره و فقط و فقط از دلش نابودی در میاد و کشور ما با تاریخ چند هزار سالش نیازمند تهاجم رسانه‌ای سعودی نیست. من دو درخواست خیلی ساده از شما دارم. یک درخواست از مردم عادی است. شرکت TLT وکیل ایران اینترنشنال گفته که همین لحظه مشغول مذاکره با توییتر و اینستاگرام برای بستن همه اکانت های من در شبکه های اجتماعی و من به زودی ممکنه صدام همین صدایی هم که میشنوید خفه شه و شما دیگه اون رو نشنوید. از شما تقاضا میکنم به رغم همه اختلافات سیاسی که ممکنه با من داشته باشید، اما اگر شما هم معتقدید که باید نه به پول سعودی بگیم، این صدا رو و این فیلم رو به صورت مستقل از اکانت خودتون منتشر کنید تا به اونها نشون بدیم که صدای پرسشگری از سعودی خاموش نخواهد شد. خواسته دوم از دوستان عزیز اصلاح طلب از روزنامه شرق، اعتماد، ایران، همشهری، مجله صدا، در مورد مسئله تلویزیون مناطو و نقدی که من به اون تلویزیون کردم از شما خواستم که با اون تلویزیون مرزبندی دقیق و قاطع کنید و عده‌ای از شما این کار رو نکردید. برای بار دوم این خواهش رو از شما میخونم. تلویزیون ایران اینترنشنال متعلق به یکی از مرتجع ترین دیکتاتوری های منطقه است. از شما استدعا میکنم با این تلویزیون و با افرادی که در این تلویزیون کار میکنن و بسیاریشون از کسانی بودن که قبلا در روزنامه اصلاح طلب نوشتن و کردیت و اعتبارشون از اصلاح طلبی میگیرن، از جمله کسی مثل علی اصغر رمضان پور مدیر ایرانی این شبکه یا خود پناه فراد بهمن که در مجله چلچراغ قبلا مینوشته، از شما استدعا میکنم که بیان مرزبندی قاطع کنید و نشون بدین که اصلاح طلبی ایرانی بخشی از نظام مردم ایران و هیچ نسبتی با سعودی و پول سعودی نداره. من معتقدم که این به زنگاه حساسی، اگر همه ما به رغم همه اختلافات سیاسی بلند بگیم نه به پول سعودی، پول سعودی از فضای رسانه ایران گورش رو به شکلی گم خواهد کرد و رخت خواهد بست.